اوکی okay. تا الان با من هستید ها هاللویا من میخوام که بریم به یوحنا فصل آه، فصل چهاردهم.

حفظ خواهید نمود درسته؟ پس تنها دلیلی که یه نفر نمیتونه درست زندگی بکنه اینه که متوجه هستی احساس میکنه که محبت شده محبت نشده ببینید اینجا دوباره همون آینه برعکس و بس نگاه بکنید اینجا نمیگه که شرط شرط دوست داشتن مسیح حفظ احکامشه اینو ما اینجوری درس میدیم در واقع این محصول رابطه با مسیحه این محصولشه میگه من من میدونم که کسایی که منو دوست دارن احکام منو حفظ میکنن تنها دلیلی که حفظ نمیکنن چون منو دوست ندارن ولی اگه واقعا رابطه بین من و اون افراد بود مشکلی نداشتن که احکام منو حفظ کنن پس برای ما سؤال سوال برانگیز میشه چرا من نمیتونم حفظ بکنم همینجاست و بعد میگه تا زمانی که من باید برم ولی روح القدس میاد درسته؟ روح القدس میاد به خاطر اینکه روح القدس یک کار رو در ما میخواد انجام بده که چیکار کار بکنه ما رو در محبت مسیح چیکار کار کنه روش بده حالا تا اینجا ما هستید اینجا مسیح در واقع میگه بذار اینجوری بگم چرا یه شخص زنا میکنه چرا یه شخص زنا یه مرد ازدواج کرده بعد داره زنا میکنه چرا اوکی سوال پیش میگه برای چی مرد زناکاره خب حقیقتش این یعنی است که تنها دلیلی که یه مرد زنا میکنه این به خاطر اینه که زنش رو دوست نداره درسته یا نه اون واقعا همینه و یه دلیل بیشتر وجود نداره اگه یه مرد واقعا عاشق زنش باشه ها فکر دیگری رو نمیکنه قبول داریم منطقیه یعنی معمز میگن مردا همین جوری هستن نه مردای عاشق عاشقن چشمشون کار نمیکنه این دروغه که مرد مرده با اینکه عاشق میتونه هر کاری رو بخواد بکنه چون مرده نه 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 مرد عاشق عاشقه چشاش کار اگه چشای اگه ازدواج کردی و چشات کار میکنه عاشق نیستی <applause> دیگه هر درسته نه به مرد نیست اونم صحبت خوبیه ولی مسیح میگه اگر منو دوست داری دیگه مطمئنی دیگه چشات رو منه احتیاج نیستش که میدونم دیگه گناه نمیکنی. میدونم که زندگی درسته چون میدونم منو دوست داری و این دوست داشتن و این رابطه هستش که تو رو سالم نگر میداره آمین این نیستش که وظیفته که درست زندگی بکنیم این نیستش که وقتی مسیحی شدی باید درست زندگی بکنی این نیستش که حالا که مسیحی هستی چرا اینجوری زندگی میکنی باید اینجوری زندگی بکنی این هستش که آقا حالا که مسیح هستی میخوام که محبت مسیح در تو چنان روش کنه که نخواهی دیگه گناه کنی آمین حالا روح القدس یه خدمت به خصوصی داره یوحنا 16 اوکی؟ این جالبه خیلی جالبه یوحنا 16 آیه 8 چون اون آیت یعنی روح القدس آیت جهان را مجاب خواهد کرد یعنی چی؟ والا مجاب خواهد کرد به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیر است و داوری تقصیر است به لحاظ گناه زیرا به من ایمان نمی آورند وقتی که اینو نگاه میکنیم کنیم خب میگه به گناه عدالت خب و چی؟ عدالت و داوری اولین چیزی که تو فکر میاد میگه که پس حتما روح القدس میاد که به دنیا بگه تو گناه کاری یعنی کار روح القدس این شده که به همه بگه آقا تو گناه داری میکنی نه واهای بر, روح القدس که کارش اینه که فقط به مردم بگه دارن گناه معذر میخوام میدونین چیه؟ ما میدونیم داریم گناه میکنیم کسی هستش که بحثی که بهش بگه داره گناه میکنه واقعا وقتی داره زنا میکنه آیا احتیاج به روح القدس که به طرف بگه داره گناه میکنه وقتی داره دزدی میکنه احتیاج به روح القدس که بهش بگه داری دزدی میکنی یعنی واقعا کار خدا این شده که به مردم اونی که بلدن دوباره یادآوری کنه به نظر میرسه آیه داره میگه که کار روح القدس اینه که دنیا رو چکار کنه بر طبق گناه چیکار کنه داوری کنه در واقع کار روح القدس این نیست کار روح القدس محکوم کردن نیست. نیست کار روح القدس محکوم کردن نیست کار روح القدس یادآوری کردن به هویتی است که در ما قرار داره که ما یادم کنیم که میگه ببین تو فرزند خدا هستی چرا این گناه ها انجام بدی به خودت اینقدر ضرر میزنی این این برای تو خوب نیست به خاطر اینکه تو بهتر از اینا هستی تو شایسته تر از اینا هستی تو بهتر از این هستی که این کارو میکنی این فرق میکنه با چه غلطی کردی همه الان ها مچ تو گرفتم اگه کار خدای ما مچ گرفتن باشه مثل پدری میمونه که ما ازش تو خونه بیزار میشیم کدوم پدر تو خونه پدر خوبیه که میشینه باهات حرف میزنه و میگه دخترم پسرم این کار شایسته تو نیست یا یعنی اینکه میگه مچ تو گرفتم حالا ببین میخوام چیکار باید بکنم چون مچ گرفتنه میاد تو خونه اتاق چک میکنه چه چه داستانیه تو اتاق و مچ تو میخواد بگیره بعد میخواد چیکار کنه میگه دیدی گناه کردی حالا ببینید روح القدس در روح مسیح کار میکنه همون روحی بودش که این دخت این زن بدکار آمد مگه زن بدکاره نمیدونست که گناه کرده مگه نمیدونست مگه بس بهش یاداوری میشد که زناکاره ها؟ آیا مسیح بهش گفت زناکاری؟ میدونست زناکاره میدونست که زناکاره ای می میدونست پس دلیل میگه من میرم و دیگری به جای من خواهد آمد روحی که چه کار میکنه همون کار مسیح رو انجام میده پس در این مورد گناه داوری که میکنه یاداوری هستش که تو شایسته این نیستی بعد میگه در مورد عدالت صحبت میکنه یعنی چی خیلی نکته جالبیه عدالت متوجه هستی یعنی اینکه خداوند روح القدس نمیاد به شما بگه که تو محکومی بلکه برمیگرده میگه آدم عادل که این کارا رو نمیکنه آدم عادل که مقدسه ها میوه قدوسیت تولید میکنه بنابراین یاداوری روح القدس در زندگی ایماندار برمیگرده به هویتش به اینکه آیا محبت خدا مگه در تو نیست آره هست مگه پسرم تو پسر خدا نیستی آره آیا تو واقعا عادل خدا مگه نیستی آره میارت نه تو مقدس هستی آره خب پس مثل مقدس رفتار کن این رفتارت اشتباهه برمیگرده میگه رابطت رو حفظ کن رابطه رو رشد بده اون وقت پس من کار روح القدس در زندگی ما کار روح القدس این نیستش که ما را محکوم میکنه کار روح القدس این که به ما یادآوری میکنه که نوع زندگی ما باید چنین باشه و این زندگی که داریم میکنیم تطبیق نداره به شخصیت جدیدی که داریم در خداوند چیزی که هستیم حال هیچ نوع محکومیتی برای آنانی که در عیسی مسیح هستن وجود نداره پس آیا واقعا کار روح القدس این هستش که ما رو محکوم کنه؟ اینجا برمیگرده میگه به لحاظ گناه زیرا به من ایمان نیاوردن. پس اگر ایمان داشته باشیم به محبت خدا به ما یادآوری میکنه میگه ایمان تو حفظ کن. ایمان داشته باش که فیض خدا برای تو بس کافیه. محبت پدر برای تو بس کافیه. این محبت رو حفظ کن بهش ایمان بیار بدون که این محبت میتونه تو رو حفظ بکنه دلیل نداره این گناه رو بکنی آدمی که این قدرش محبت هست احتیاجی به این گناه نداره عدالت خدا در تو مانی، تو عادل خدا هستی تو مقدسی میوه قدوسیت تولید کن تو که قرار میوه بدی سیب سیب تولید میکنه تو هم عادلی عادل باش این میوه مال تو نیست این میوه به شخصت تو نمیخوره این شخصت از این بالاتره مانی مانی من نزد پدر می روم دیگر مرا نخواهید دید و به لحاظ داوری زیرا رئیس این جهان محکوم شده است عالی اینو زیرش خط بکشید و من داوری می کنم این چه چجور داوری هستش چون رئیس این جهان محکوم شده است یعنی یاداوری بد می میگه هی hey, شیطان دشمن داغون شده است فراموش نکن احتیاج نداری که تو این زندگی مغلوبانه زندگی بکنی روح القدس دائم یادآوری میکنه دشمنت نابود شده وقتی تو ضعیف میشی میترسی میگه فراموش نکن دشمنت نابود شده بنابراین احتیاج نیست که اینقدر تلاش okay. پس کار روح القدس در زندگی ما بر طبق ای که داریم اینه سگانه است یک یک به ما یادآوری میکنه که در زندگیمون اگه گناهی میکنیم در واقع این در شخصیت ما نیست به خاطر اینکه به محبت پدر ایمان نیاوردیم هنوز میگه تو ایمان تو به محبت پدر هنوز قوی نکردی به محبت پدر میگه بر ایمان چون به من ایمان نیاوردن داره محکوم میکنه هم دنیای بی ایمانو که میگه شما بس به مسیح ایمان بیاری ولی برای مسیحی چی برای غیر مسیحی به مسیح ایمان بیار ولی برای برای مسیحی چی فراموش نکن به کی ایمان داری فراموش نکن پدرت کیه فراموش نکن منجید کیه بنابراین این جور گناه کردن ها شایسته تو نیست دوم میگه تو عادلی به خاطر عدالت میگه تو که عادل خدا هستی تو که مقدس خدا هستی هی hey! درست زندگی بکن چون مقدسی آقا تو مقدسی نمیاد بگه تو گناهکاری نمیاد بهت بگه تو افتاده ای. نمیاد بهت بگه که تو شایسته نیستی میگه تو که شایسته هستی اینجوری زندگی کن و آخر میگه پراموشم نکن تو دنیا نگران دنیا نباش چون دشمنت شکست خورده است کار روح القدس اینه همینه سه تا کار برات میکنه کار روح القدس نیست که بیا مچ تو بگیره هر هفته میگه خداوند روح القدس به من گفتش که انا دارم گناه میکنم روح چه چجوری به ما ملزمت میکنه بعض وقتا یه چیزی رو برات ملزم میکنه میگه این کار الان برات خوب نیست چون تا... چون معلمته یه چیزی درباره تو میبینه که میگه اگه این کار رو بکنی برات خوب نیست بعد خودت میدونی عوض بکنی این کار رو و چون دوستت داره خیلی یواش با صحبت میکنه نه مثل یه نسیم بهت میگه میگه این کار نکن اوکی نمیکنم یا تو دلت میافته مثلا مثلا من داشتم هر روز هفتش تا از این دایت کوکا میخوردم دایت کوکا هفتش تا کافئین مثلا چیزه بعد رو قربم گذاشت که این کار نکن این برای سلامتیت خوب نیست خب حالا که داره من اشاره میکنه چجوری داره اشاره میکنه داره با محبت داره میگه هی hey, تو که فرزند خدا هستی بدنتم چیه هیکل خداست اینو تو بدن خودت نریز برات خوب نیست چون من میدونم اگه این کارو بکنی در آینده برات بد میشه خب منو ملزم کرده درسته این الزامشه محکومم که نکرده بخورم هم میخورم نخورم هم نمیخورم دنیا زیر رو نمیشه ولی این روش روح القدسه میگه تو که هیکل خدا هستی سیگار میکشی مثلا شاید روح القدس ملزمت کنه رو سیگار بگه سیگار نکش برات خوب نیست احتیاجی که من و شما این کارو بکنیم برای دیگری درسته آره؟ مشروب چی فرق نمیکنه فرق نمیکنه جالبه من تو من تو کلیسا خیلی سفر میکنم خیلی جالب تو کلیسا چه چیزی رسم میشه چه چیزی رسم میشه مثلا توی اروپا که میری تمام کلیسا همه مشروب میخورن یعنی فرق نمی کنه میری تو کنفرانس نه کلیسا ایرانی خارجی آلمانی و اینا اگه بری تو اینجا شرابشون هست و آبجوشون هم هست درسته درسته ولی اصلا بری مثلا تو یک کشوری مثل رومانی خیلی جالبه تو رومانی مثلا هستی مثلا شراب میشه خورد ولی آبجو نمیشه خورد آبجو الکل ولی شراب الکل نیست برای کلیسا جالبه تو بلغارستان سیگار کشیدن تو کلیساها قدقنه هر جایی که میری برای خودشون یه رسمی رو درست کردن یه چیزی رو محدود کردن فراموش میکنن که رابطه خیلی مهمتر از این هاست هر کسی در جایی که قرار داره بر رابطه ای که قرار داره زندگی میکنه برای یه نفر شراب خوردن چیه اشتباهه برای دیگری اشتباه نیست برای نفر خوردن نمیدونم سیگار کشیدن براش الان چیه مزره ولی باز ملزم نیست ولی پس فردا دیگری ملزم میشه من میگه بس دیگه جلوی اینو بگیرم ها اون وقت میگیره بعد من چیکار کنم این وسط میگم که محبت ایجاب میکنه که در رابطه محبت آمیز که آماده گوش کردنه گوش کنه آماده است بچه های من شاید ده بار گوش کنن متوجه هستی یه چیزی رو از من بگیر یادت دخترم گفتم میخوام دکتر بشه یه چیزی رو بارها مثلا میشنوه میگیره بعد به خودش میاد میگه من اینو میخوام یه نفر یه کاری رو میکنه تو کلیسا میگی نکن 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 و به یه نقطه میرسه که خودش میخواد نکنه اینو بارها سعی میکنم تاکید کنم چون این بار سنگین از دوش کلیسا بس برداشته بشه که افراد سعی دیگران دور براشون عوض بکنن ما نمیتونیم دیگران عوض بکنیم قادر نیستیم در رابطه عوض میشن در رابطه تغییر پیدا میکنن آمین آلرایت خب تا اینجا با من اومدید بکنم سعی کردم تشویقتون بکنم که در رابطه با پدر آسمانی قرار بگیریم، حالا خیلی جالبه که این رو میبینیم که رابطه چقدر میتونه افراد رو حفظ بکنه مثلا یوسف یوسف در خونه پدیفاره، داره چیکار میکنه بردگی میکنه درسته خیلی جای خوبی هم نیست اگه واقعا میخوایم فکر بکنیم اگه به خودش می میگوتش که من آدم بدبخت و بیچاره ای شدم یه رویا داشتم از خدا حالا دارم بردگی میکنم ولی اون وقت زن پوتیفار وقتی میاد وسوسش میکنه برای گناه جلوش وامیسته. میگه من این گناه رو بر ضد خداوندم انجام نمیدم در فصل 39 پیدایش میتونیم ببینید میگه این گناه رو اگه من انجام بدم بر ضد چی انجام میدم بر ضد پدرم چرا اینو میگه چه نمیگه بر ضد مثلا شوهر شما خانم همسر پوتیفار نمیاد بگه من این گناه رو بر ضد شوهر شما انجام نمیدم چرا چرا میگی بر ضد پدرم انجام نمیدم <applause> یه نفر یه نفر شما آها شما آره با پدرش رابطه داره این گناه رو بر ضد اون شخص نمیبینه بر ضد باباش میبینه ببینید چقدر شخصی شد میبینید وقتی پدر در رابطه هستی عمل خودت رو در رابطه با پدرت میبینی آمین یعنی اونقدر برای شخصیه که نمیخوای بابا رو ناراحت بکنی پس یوسف با میسته و گناه نمیکنه چون میگه من رابطم با پدرم مهمتر است چیه این هستش یا وقتی داوود یا و ناتان نبی میگیره درسته ها ناتان نبی میاد چیکار میکنه یا خی داوودو میگیره و به داوود برمیگرده میگه تو همون بودی که چیکار کردی ها تا همون بودی که بره این کوچولو رو برداشتی با اینکه خودت هزار تا بره داشتی داوود تو به چیبا رو گرفتی شوهرش رو چیکار کردی کشتی با اون زنا کردی بعد یه دفعه داوود بالاخره به خودش میاد درسته بالاخره به خودش میاد بعد در مزامیر 51 مزامیر 51 در واقع توبه داووده این سام 51 از his... وقتی میگه خداوند من فقط به تو و فقط به تو گناه کردم ای مثل شوهر بیچاره رو که کشتی پس حتما بر ضد اونم گناه کردی حتما بر ضد به چیبا هم گناه کردی ولی در میگه میگه من فقط به تو و نسبت به تو گناه ورزیدم. چون رابطه رو درک میکنه میفهمه که این گناه و اشتباه کرده شخصی و انفرادی بین خودش و پدرشه برای همین که عیسی مسیح میگه یعنی مثلا میخوام خداوند میگه داوود مریض به دنبال قلب من چون رابطه رابطه نزدیک بود و این گناه گناه خیلی نزدیکی بود رو قلب پدر تاثیر گذاشت قلب پدر تاثیر گذاشت داوود اونجا میفهمه میگه واو چه بلایی چه اشتباهی نسبت به پدرم کردم بنابراین وقتی رابطه شکل میگیره شخص درک میکنه که اگه اشتباه هم میخواد بکنه نسبت به کی داره اشتباه میکنه آمین این دیگه اشتباه ببینید خیلی وقتا راحت گناه کردن اگه گناه رو نسبت فقط به خودت ببینی با یه شخص دیگه میگه من که به کسی بدی نمیکنم که فقط دارم به خودم به تو چه من چیکار میکنم با زندگی خودم اگه ضرری هم دارم میزنم دارم به خودم میزنم یا منو مثلا فلانی داریم به خودمون به دیگران که کاری نداریم ولی وقتی رابطه بیاد این وسط با پدر گناه رو نسبت به پدر ببینه براش سنگینتر تموم میشه چون رابطه است نمیخواد رابطه رو چیکار کنه تحت شعا قرار بده اینا خیلی جالبه این نکات جالبیه اوکی ولی اینجا میبینیم که خداوند بالاخره در ارمیای نبی 29 میگه میگه من فکرهایی که برای شما دارم برای بهبودی و خوبی و برکت توست نه برای خرابی آخر سر محبت ایجاب میکنه که ما اعتماد بکنیم که در زندگیمون رابطه‌ای که با پدر داریم در انتها افکار او روشهای او فکرهای او برای ما که برای خوبی ماست در ما قرار میگیره و ما اون دیدها رو پیدا میکنیم و به خاطر اینکه دید او رو پیدا میکنیم که برای نیکویی ماست برای خوبی ماست اون وقت روش زندگیمون رو هم چیکار میکنیم به اون عوض میکنیم چون میگیم hey, فکرایی که او برام داره برای خوبی منه خدا رو شکر این چیزها رو برای من میخواد چرا این کارا رو بکنم چرا اینجا برم چرا این مکان برم چرا خودم رو تو اینجا بندازم چون فکرای او برای من نیکو هستش آمین alright آرایت alright فکر کنم تقریبا آخرش رسیدیم پس الان چند جلسه با هم دیگه بودیم فکر کنم 6 جلسه بودیم و تو این 6 جلسه سعی کردم که اهمیت به وجود آوردن رابطه رو را براتون نشون بدم حالا یه نکته خیلی جالب تو رابطه بریم این مسیر عوض کنیم اصلا. تو رابطه رابطه مگه باهاش مشاوره و حرف زدن نیست اوکی؟ آیا وقتی تو ما میگیم یه زن و شوهر میگیم اگه یه زن و شوهر واقعا همدیگر رو دوست دارن واقعا دوستای همدیگه هستن درسته میگیم دوست همدیگه هستن ها یعنی دو نفر که واقعا در رابطه نزدیک قرار میگیرن میگن دوست همدیگه میشن آمین چه کسی بود که دوست خدا بود در کتاب مقدس ابراهیم یکیش بود دیگری چی بود موسا هنوخ اوکی آرایت جالبه بیایم با همدیگه نگاه کنیم که یکی از دوستای خدا تونست در زندگی خداوند چه تأثیر رو بذاره بیایم به کتاب مقدس نگاه کنیم به داستان صدوم و گمورا آره صدوم صدوم و گمورا و فکر کنم اگر نگاه بکنیم آه. اوکی نگاه کنم دارم به آیهش نگاه کنم آمین آرائید اینجا فکر کنم در پیدایش هستش آره 18. 18. آره داستان بلد این دیگه نه؟ خدا میخواد صدوم نابود بکنه درسته؟ بعد میگه من بیام به ابراهیم بگم میخوام این کار بکنم اگه بهش بگم شاید جلوی منو وو تایم اوت پس جایی هست که در رابطه یه نفر میتونه چنان قرار بگیره که میتونه تصمیمات خدا رو عوض بکنه میگه ابراهیم دوست منه اصلا بهش بگم میخوام این کار رو بکنم چون میترسم اونقدر دوستش دارم که اگر اینو بهش بگم شاید منو منصرفم بکنه ما تو کتاب مقدس درس میدیم که اراده خدا اراده خداست عوض شدنی نیست خدا غیر قابل تغییر است از یه جهت خدا کاملا غیر قابل تغییره اسانس خدا اصاره خدا غیر قابل تغییره محبت است آمین؟ یعنی آمی. اون اسانس و اصاره آنچه که خدا هست همیشه هست و تغییر ناپذیره ولی این که خدا فکری داره و تصمیمگیری میتونه بکنه در انتخاب خداست و خدا میتونه در تصمیمگیریش گیریش اختدار خودش رو به انجام برسونه آمین؟ اقتدار داره خدا اقتدار داره کامله و میتونه تصمیم بگیره که در تصمیم گیریش با شما همکاری کنه یا همه چیز رو انفرادی انجام بده ولی در کتاب مقدس میبینیم که با دوستاش دوست داره مشاوره کنه یا با دوستاش میخواد همکاری بکنه آیا نمیدانید که ما به شباهت خدا هستیم؟ پس در واقع خداوند ما را در ملکوتش سهیم کرده به ما مقام و پوزیسیونی داده که اگه دوست او هستیم یعنی رابطه درست باشه حتی میتونیم در چیزهای آسمانی باهاش صحیم بشیم پس داستان رو با همدیگه میخونیم چند دقیقه با همدیگه هستیم بعد جلسه بعدی بعد اینجا میگه هکی هست یوحنا چیزه، پیدایش 16 17 رو شروع کنه خوندن تا آیه 33 تا اونجا که میتونه و اولش یکی با صدای بلند بخونه کی آنگاه خداوند گفت آیا آنچه چه میکنم از ابراهیم پنهان دارم آر آنچه آنکه از ابراهیم بیگمان قوم بزرگ و نیرومند پدید خواهد آمد آها همه قوم من قوم زمین به واسطه او برکت خواهند یافت زیرا او بر... او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خیش را پس از خود ام فرمایم کن یه لحظه همین جلسه اصلا رابطه ای ابراهیم با خدا بر چه مبنا بود ایمان پدر ایمان دیگه درسته؟ اگه ابراهیم ایمان داره ایمان چنان قوی بود که در واقع یه روزی ایمان داشت که اگه فرزند خودش اسحاق رو چیکار بکنه قربانی کنه ایمان داشت که خدا قادر اسحاق رو چیکار کنه رستاخیز بده در واقع ایمانی که داشت این بودش که خدا یه قربانی دیگر رو میاره یا اگه مجبور بشه اون رو قربانی کنه همونجا رستاخیزش میده این ایمانه ولی این ایمان رو چه چیزی مبناست محبت چون میدونست خدا دوستش داره اونقدر دوستش داره که به قولای بزرگ بزرگ بهش داده و آخرش هم امینه پس این رابطه رابطه ایمان ما گفتیم ایمان از کجا ریشه میگیره از محبت پس اگه ایمانی ایمان رو داره بستق محبتی داره یا اعتماد به محبتی داره که پدر داره پس این محبت و ایمان رابطه برقرار کرده اونقدی هستش که خداوند میگه من این برکت های بزرگ رو به ابراهیم دادم این هم بهش دادم حالا نمیدونم بیام باهاش مشاوره بکنم یا نکنم ادامه بده زیرا او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خیش را پس از خود فرماید که با به جا آوردن پارسایی و عدالت طریق خداوند را نگه دارند تا خداوند آنچه را که به ابراهیم وعده داده است نصیب او گرداند آنگاه خداوند فرمود فریاد شکایت بر ضد صدون و اموره چنان بلند است و گناهانشان چنین سنگین است که پایین میروند تا ببینم آیا مطابق فریادی که به من رسیده است با تمامی به عمل آوردن یا نه اگر چنین نباشد خواهم دانست دام. پس آن مردان از آنجا روی گردانیده به جانب صدوم رفتن اما ابراهیم همچنان در حضور خداوند ایستاده بود آنگاه ابراهیم نزدیک آمد و گفت آیا پارسا را با شریر و شریر هلاک خواهی کرد اگر پنجا سب کن یه لحظه دعوه و... چه جرعتی داره میگه ببینم آیا آیا تو واقعا محبتت ایجاب میکنه که همه رو نابود بکنی؟ چون چیزی که من از تو میشناسم اینه که تو خدای محبتی یعنی <applause> چنین جرعتی رو داره که با خدای خودش مثل یه دوست رفتار میکنه میگه ببینم تو آیا واقعا حاضری که این کارو بکنی این آیا بر شخصیت تو هست داره در واقع سوال میکنه درباره چی شخصیت خود خدا آیا تو همه رو میخوای نابود بکنی ها من تو رو میشناسم تو خدای محبتی تو پدر هستی آمین ها تو خدای محبت هستی من میدونم تو کی هستی من میخوام تو بر طبق صفت خودت رفتار کنی ببین جایی میرسه در رابطتون با خدا که اونقدر باهاش خالصانه میتونی صحبت کنی که برگردی بگی پدر من میدونم تو محبتی من میدونم تو محبت هستی تو واقعا چنین خواهی کرد؟